وزیرم. بالاخره من آمات بکردی. نه خب این که حساب نی، امروز مثل این که زیاد سرحال نیستی. نه سرحال نبیدم، مهم نبید، این نیز بگذرت. احسنت، به تو میگن یک انسان منطقی. بچی یه دست دیگه بازی کنی. بله. بچی تو بهترین کار ممکنه رو انجام دادی، تو به خاطر منافع جمع روی خواسته خودت پا گذاشت. علایی که و گفتی حرف سیاسی بود. نه ایزم ببین، حرف سیاسی نبودین، یعنی میگم که تو به خاطر حفظ صلح و آرامش در برره و نجات جان لیلون روی دلت پا گذاشتی و از خواسته خودت چشپوشی کردی. در واقع میدونی خیلی مردونگی میخواد. بگم اینو. خب من مرد بیدم دیگه. اون که خب چرا نمیچینی؟ پس چرا اینجوری میکنی؟ همینه بازی بکن. ده. لیلون، لیلون، ای بابا پاشو پاشو بریم اونجا یه چای نخود بخوریم. بلند شو، مهمان تو. آخه مجنونم میشن، حواسشون جمعه. بیا فرهاد بردن. وای آقا داماد اومده، وای آقا داماد اومده، وای آقا داماد اومده. خانم یه خورده خودتو کنترل کنی. خوشحال میدم آقا داماد، بفرمایید آقا داماد، بفرمایید. وای خیلی خوش اومدی لیلون. لباس دامادی به بیار. قربونت برم. چرا که نه بیار، تو هرچی بفروشی به تو بیار، به خصوص دم کنی هم بشه. این که همون لباسی که همیشه تنت میده. چی بگو، اینا همین ده دقیقه پیش شای خیاط واسم بیار برد. داری این همون لباس قبلی تو واسه دوختن. خیلی چی داره وگر احسابه داره خورد وکنه. یواش یواش این سلیقه من بید، من الالکه از این 50 دست بیه کمودم داشته بیدم. اصلا هم از علاقه به این ندارم که این لباس همون 2 روز بپوشم. هزار ماشالله، تو هرچی بپوشی به تو بیاد. تو یکی از خوشتیبترین مردای برره بیدیم اگه نه لیلون. همه تا دیگه هم 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 دیگه زن این قازقلنگ نشم. بابا این خیلی ابلهه. چی بگوه؟ چی بگوی؟ تو نمفهمی؟ تو نمفهمی؟ داره از افعال معکوس استفاده برکنه. این همون زندگی عشقولانه بیمگه نه لیلو. از خودم عشق در بکردم. بازم بخوای برو؟ بازم بخوا بخوا. چه چرمنگ؟ چه جملات شاعرانه ای. مگو مگو بازم بسه. ما فردا 7 شبانه روز عروسی داشته بیدیم. من فخوام این 7 روز عالی برگزار بشه، مگه نه سردار؟ خیلی خوب، ما هم ورفتیم. بریم ما بریم. باز حرفی نبود داشتی؟ خانم ول کن دیگه. بابا این چه طرز رفتار با مادرته؟ بابا بابا ببین خودش شروع کرد. تو هم که اصلا جواب نمیدادی. خانوم شما برو، بنده با ایشون صحبت کنم. لیلو من با تو کار داشته بیدم. تو حسن ماما گوش کن، من اصلا دیگه نمیخوام ازدواج کنم. من منصرف شدم، من منصرف شدم. لیلونم لیلون خدافظ. الهی بری زیر گل بمیری. نظام الهی زیر گل بمیری. بابا
بابا ببین من حرفامو به کی باید بذارم؟ خواهش میکنم شما که بابا من یه آدم تحصیل کردم، من سیلک دارم ناسلامتی، چرا اینجوری میکنی؟ من اصلا چه حرف مشترکی با این نظام دیوانه دارم؟ چه حرفا میزنی خانم؟ دخترم منم با مادر شما هیچ نوع تفاهمی با هم دیگه نداریم، اما زندگی و ازدواج همینا چوبه. بابا ببین خواهش میکنم بذار من برگردم شهر، بذار برم درسمو ادامه بدم، دیپلم میخوام بگیرم، خواهش میکنم. دختر از اون حرفا داری میزنی یا؟ من اصلا به تو اجازه نمیدم. اگه میدونستم که تحصیلات عالیه اینقدر رو دختر من تاثیر میذاره، اینقدر بی ادبش میکنه، اصلا عمرم اجازه میدادم تا بری شهر درس بخونی. خواهش میکنم. ولی ببینی شما به حرف من گوش بدی، من مگه چی گفتم؟ زیادی حرف نزن، این ازدواج فردا سر میگیره، بحثم دیگه نداریم، متوجه شدی؟ ها؟ بعد حالا شدی دختر خوب باری کلا، منم هدیه ازدواج یه خر صفر میندازم زیر پاتون که کیف کنین. راضی شدی؟ خیلی ممنون بابا. این نظام بچه بدی نیست، درسته یه کمی خنگه، یه خورده همچین شعورش آیکیوش پایینه، یه خورده همچین زیر آبزن، یه خورده همه یه خورده همچین بچه دست کجی، اما در کل پسر بدی نیست. من به تو قول میدم خوشبخت میشی. خیلی خوشبخت باشم. خیلی یکی دیگه. الان وایارم. خب نفخ میکنیم. اینه بذار اونجا. بفرم. یکی دیگه. نفخ میکنی واسهت بده. میخوام انقدر نف وکنم تا این عشق ازم در برد. میگم پایه ای یه کاری بکنی. پایه چی؟ ای بابا ولش کن، میگم بیا بریم یه سفر، ببرم تهران، اونجا سرت یه هوایی میخوره، همه چی هم فراموش میکنی، شاید هم اونجا یه خبرهایی شد. موافقی؟ بذار به درد خودم و میرم. اینا اینجا چی بخوان؟ کیا؟ اینجا نگاه بکن، شیشه برشکسته، همه چای نخون مهمون من. نرو اون بر یکم. من نبخوام مهمان کسی باشم، پاشو بریم. خواهش بکنم، حرفا چی بیدین؟ شیرینی عروسی بید. مبارک باشو نظام، دیدم لباس نو بر کردی. خواهش بکنم، این لباس عروسی بید، بخوام به چشم کوه کوری چشم هرزود بخوام هم شبانه روز عروسی بگیرم. شما ویاییم دیگه حتما ها؟ حتما به خدمت وراسیم. آقا خواهش میکنم، آقا شیرکیان شما هم تشریف ویارید. آقا شیرفراد شما اگه نویات که اصلا ببخشید حواظم نبود شما هشت تبلکو بشدید. بلش کن یواش. به من چه ربطی داشته بید؟ لیلون بخواد با من ازدواج بکنه، به من چه رفتی داشت؟ اون بخواد همزن من بشه. من این اول کشم. بلش کن شیفر هات. حالش خراب بید. تو که نتونی چای نخود بخوری، باید بری این چای لوبیا بخوری. ببن دهنتو. لجلو چقدر زایبی. ببن دهنتو نظام. آقا دامان ناراحت بشده، ناراحت بشدی. آراسی شیرکیاروش راست بگوام، بچه های تهران وقتی عصبانی باشن خیلی خطرناک بشن ها. اصلا دوست ندارم پشت سر بچه های تهران صحبت، تو کپل به خصوص. تو فهمیدی یا نه؟ گوش ندادی چی گفت؟ اصلا دوست ندارم پشت سر بچه های تهران. ببن دون دهن تو. واه
معلوم بشی. یه لحظه تشریف بیارید اینجا ببخشید. یه اعصابم خورد نکنید. ها بهتون یه توصیه ای میکنم. خواهش بکنم. اصلا روی بچه تهران دست بلند نکنید. مخصوصا بچهش مال پایین شهر باشه. خون بیاد. آدم اون خون بیاد. همه. خیلی لامت من نمیخواستم این کارو بکنم. من کنترلمو از دست دادم. اصلا نمیدونم چرا این کارو کردم. به تو و گوهن مرد آبروی شهر خودت خریدی. نه بابا من بی خودی گفتم. من مالو شمرونم. من باید برم بالا براره از نظام خانوادش معذرت خواهی. بشین. اونا خودشان بیان پایین پیش کیانوش. میام پایین؟ باز چی میام پایین؟ دوستان ببخشید من شرمنده هستم. ببخشید اگه کار زشتی انجام شده من انجام دادم. از همگی عذرخواهی میکنم. اگرم کسی قرار مجازات بشه من هستم. من باید مجازات بشم. بقیه دوستان بفرمایید خونه خواهش میکنم. ما مسئله رو حل میکنیم. ببخشید ببینید این مسئله بین من و آقای نظام بوده. من خودم ازشون عذرخواهی میکنم. اصولا خشونت راه درستی نیست برای حل مسائل. ما با گفتگو میشینیم مسائلمون رو حل میکنیم. بقیه دوستان بفرماین منزل. نباشه. ببخشید من میگم که گره ای رو که در واقع با دست میشه باز کرد چرا آدم با دندون باز بکنه؟ گوش بگیر مایا. این گره با دندون باز کردن راحت تر بیدا. راست من خودم امتحان وکردم. نه میدونم آخه ممکنه که به قول معروف نخ پاره بشه. اگه نخ پاره بشه چی؟ خب نخ پاره بشه یه تک نخ چه ارزشی داشته بی؟ خب بله نخ ارزشی نداره به خودی خود یک نخ ارزش. اومدی ما اون نخ نخ مهمی باشه مثل بند کفش. خب اگر بند کفش پاره بشه که دیگه کفش تو پا بند نمیشه که. منظورم اینه ما گیوه بپوشیم. گیوه هم که بند نداشته بیرسیم. نه منظورم اینه که مثلا اومدی ما یک روز مثلا مثل من کفش بندار پوشیدی. خب ببینید شما این رو با دست باز میکنید گرش رو یا با دندون؟ یا با دندان. آخه چرا؟ چرا با دندون؟ خب مگه میشه پدر کمر آدم در میاد؟ بابا نهاره داشته بید که خموشی خموشی بدتونی با دندون بنده کفش رو بگیری خموشو. آمدی نمیفهم بگی با دندون بفرمایید. ها نه اوتور نباشد باید بشینی زمین یه کمی هم پاتا بیاری بالا. نمیشه من مطمئنم نمیشه. حالا امتحان وکن بس وکن امتحان وکن. آقا نمیشه بفرمایید. آها امتحان وکن. آه اونا واکن اونا واکن بیار بالاتر. ها حالا اون یکی رو بکش. ها حالا ویشو ای با دندان درست شیرفرهاد درست بگو. ها ویشو کاری نداشته با دندان هستم حال بگو. من شرمندم عوض میخوام از همگی وقتتون رو. آقا بفرمایید همدیگه رو بزنید. خواهش بکنم. بیا یواش بگیر. Thank you.
کی بیدی؟ من طغرلم بچه جان، یاور طغرل، رئیس جاندارمری براره. باشید بشینید. خوش آمدی یاور طغرل. اینجا چه خبره؟ یه مشکلیه، ما خودمان حل بکنیم، شما بفرما. بفرما وزار به کار اون برسیم. بفرما. یک لحظه صبر کن بچه جان، من باید تکلیفم با شما روشن کنم. به من گفتن که شما برره‌ای آدم های خیلی ناراحتی هستی، ولی این دفعه به پست بد کسی خوردی. من از شما خیلی ناراحت ترم. خاک بچوک و میرم. چرا؟ آها، پس اهل شوخی هم میباشی. فقط یک دقیقه من فرصت میدم که گورتون از اینجا گم کنی، وگرنه چی؟ مجبور میشم که به زیر متوسل بشم. و ببینم تو یه نفری چجوری و خواهی به خشونت متوسل بشی. ها ما تو برره کمتر از 5 نفر به زور متوسل نباشیم. اونش نگه با خود من مربوط هستم. 40 ثانیه گذشت. این لحجهش هم زایه بیدا. اونش به خودم مربوط هست. این 5 زاری رو وگی برو واس خود یکم آب نهار چوقی وگیر. وگی پسر جان وگیر. آواری کلا. خوب گوشاتون رو باز کنی ببینی من کی میگم. من یاور طغرل، نماینده حکومت مرکزی، از این لحظه در این روستا حکومت نظامی برقرار میکنم. اجتماع و تردد بیش از 2 نفر ممنوع میباشم. از ساعت 8 شب هم به همین منوال کسی در سطح 2 نمیتونه تردد بکنم. شیرفهم شد؟ خوب گوشات واکو ببیچی و گوهم جاندارم 5 زاری. من نمیدانم تو از کدام دهات آمدی، ولی اینجا روش و گوهن برره. اگر بخوای اینجا جفتک شلتاق وندازی جفت گوشاتو و برم وزارم کف دستت. الانم یه مدتی عاشقم اعصاب نداشته بیدم. شیرفهم شد؟ دست نگه دارید. به نظر بنده این اعمال شما به هیچ وجه وجاهت قانونی نداره. از اختیاراتتون دارید سوء استفاده میکنید. راست میگی. بهتره با این لحن هم با من صحبت نکنیم. از قانون خوب سر در میارم. بنابراین مواظب رفتارتون باشید. حکمتون رو بدید ببینم. حکم میخوای چیکار؟ واسه اینکه ببینم شما کی هستی همینجوری کتره حکومت نظامی الان میخواین بکنین. حکم رو بده آقا. حکم میخوام. بله. اینم حکم. خب کتاکله دیگه نیست که بخواد حکم منو ببینه. قوانین حکومت نظامی شیرفهم شد؟ پس تا 3 میشمورم همه گورشون از اینجا گم کنن. بشمار. 1 خب 2 و 3 هم دیگه لازم نیستم. ما
ماشالله، هزار ماشالله. دور کمر 150 کمر که نبید. قربان شما با این بدن و این مجسمه اپیکور بشده. بابا جان نظر اینجوران که نیستش. نبگو سردار خان، نبگو. شما با این اندام زیبا باید میرفتی پاروس؟ مانکن ورشده، نمیدارم توی خراب شده برنه چه بکنه شما. اتفاقا جان نثار، جوون که بودم بله. رفته بودم شهر، از طرف یک پروژه سینمایی به این پیشنهاد شد، اما خب دیگه موقع بدبخت نشدیم. نظامو دستگیر نکردم. چی؟ این ژاندارم جدیده اومده بی شیرفرهاد و نظامو با این تهرانیان که حبس بکرد. ژاندارم جدید کیه؟ همین پایین. چی جرأت فرگرد داماد سردارخان زندانو بخونه ها؟ جان نثار بلند شو بریم ببینیم کی بوده این. بلند شو بریم ببینیم. بفرمایید. نه شما بفرمایید. وگوام بفرمایید. راستم من بکشم. یاور خان خدمتون عرض کنم که قبل از شما هر کسی که اومده اینجا برای خدمت به این نتیجه رسیده که برره زیر بار حرف زور نمیره. اونها متوجه شدن که ما چنگیز و اسکندر رو از خاک خودمون بیرون کردیم دیگه، حالا چه برسه به اینا؟ احسن بله. احسن به این فصاحت و بلاغت. نگاه بکن ببین سیسرون رو گذاشته تو جیب بغلش. بله بره سر اصل مطلب. اصل مطلب اینه که من سردار خان بالا هستم، داماد بنده در محبس شماست. عرض بکنم من سالار خان دیدم خانه پایین برره. شما چرا شیر فرهاد به سر منو حرف نکردی؟ اوه حالیت و شد بوش چی بگوام یاور؟ اگه بخوای توی این برره آسایش داشته باشی ها باید تاتو رو دومان نمذاری، وگه نه زندگی تو نمذاریم زندگی بکنی آسایش داشته باشی. کاملا درست. عرض دیگه نداری؟ چرا؟ بچه های ما رو آزاد بفرمایید، ما بریم دنبال زندگی. بریم امر دیگه ای باشه. نخیر نداشته بودی. خب اگر صحبت های عالی جنابان تمام شده اجازه بدین دو کلمه من بنده صحبت بفرمایید. بفرمایید یاور خان بفرمایید. عرضم به حضور شما که بنده اصلا اطلاع ندارم که قبل از من کی اینجا رئیس ژاندارمری بوده، اصلا هم مهم نیست. اینم باید خدمت شما عرض بکنم که من با همه ژاندارم های دنیا فرق میکنم. بعدم باید اضافه بکنم که دوران خان و خانبازی و چه میدونم این حرفه تمام شد و رفت. سالار خان و سردار خان و این چیزا دیگه مردم رو نمیترسونم. خیلی هم بخواین هر بزنید جفتتونه میفرستم کنار دست بچهاتون. محکوم شد. الهی من قربونت برم. چرا جوش آوردی بابا؟ شوخی بد کردی بابا. ما که مقصدی مقصودی نداشتیم که، ما فقط همینجوری اومدیم خدمت شما عرض ادب کردیم. ای خوش استی، ای سیبیل از بلاگوش در رفتی، ای شفتالو، ای آلمالو، ای بشتی داره میگم. ما تو آزاد کن داره باشه خانه میکنه. بله قربون. جناب یاور، فقط ما یک خواهشی از شما داشتیم. ما یه چند روز دیگه یک عروسی داریم مختصر. میخواستیم اجازه بدین عروسی ما با خوبی و خوشی برگزار بشه. هم بگی غلط بکردم. از یاور غلط خواهش بکنی. یاور خان اگه مرز خاطر شما نبود و میدادن بالا همه شونو فلک کنم. من کیانوشه که خودم فلک بکنم. بی ادب. من معذرت میخوام، کنترلمو از دست دادم. بازم عذر میخوام، بازم شرمنده. ماوریم خانه، من تکلیف تو رو روشن بکنم. حالا دیگه برای خودت از شرارت در بکنی ها. جناب یاور خان بنده شخصا غلط نکردم و از لطف شما تشکر در نکردم. خواهش میکنم شما بخشش بکنید. منم از شما خیلی عذر میخوام، شرمنده. خب نظام جان راه بیفت بریم دیگه. کجا؟ در ضمن شما شبم تشریف بیارید منزل ما، در خدمتتون باشیم. صبر کنید. اتفاقا خود بنده سالار خان به مناسبت خیر مقدم برای شما یک گوسفند سر بریدیم. تشریف بیارید منزل. آقا جان من که هنوز اینا رو آزاد نکردم که.
آزاد نکردین؟ نه خیر. جنه سار تو رو چه نولی؟ ای پامادور، ای گوز سر ادامه بدی با همه میزنم وسط دوتا ابروی تو شمپت چرمت دراز کلا. پس ما چی کار باید بکنیم یاور؟ آقا جان، اینا به جرم توهین به مأمور دولت و اختلال در نظم عمومی اینا باید در بازداشت باشن و طبق ماده 143 قانون اینا نمیتونن آزاد بشن مگر اینکه به قید ضمانت. قید ضمانت چی بید؟ آه حتما منظورش همان خوشکبید. خوشکبید؟ چقدر دید؟ یعنی چی چقدر دید؟ قید ضمانت یعنی اینکه سند بذارین آقا جان. سند چی بید؟ سند دیگه، سند ملک، سند زمین. یاور ما که اینجا زمینامون سند نداره که. پس اینا اینجا میمونن تا من صبح تکلیفشون رو روشن کنم. شما بفرمایید. یاور جان ببین، ما یه عروسی کوچیک داریم دو سه روز دیگه. اگه من این داماد امشب نبرم خونه، زنم شب خونه رام نمیده. خب وثیقه بذارید. وثیقه چی دارید؟ وثیقه چی بی؟ وثیقه یا چیزی باید بذاریم اینجا. ببین یا جان، این جان نثار من بذارم اینجا قبوله؟ باشد برید بیرون، باشد برید بیرون، اونا رو بنداز تو بازداشتگاه. خجالت بکش دختر، شرف های از خوش در نکنه. چی میگه؟ اگر این نظام تا آخر عمرشم تو محبس باشه ها، من اصلا به این چیز رضایت نمیدم. چی بگویی؟ بابا خجالت بکشن نبکشن، میگه از این تار سیبیلی تو گرو بزار. آی شرماور بی، ای ننگ بر تو سرناز. جان شما و جان این تار سیبیل، حفظش بکن. اینا رو شما نگه دار صورت جلسه کن، بذار اونجا بعدن صورت جلسه کن. بله قربون، رو چشمم. بفرمایید بریم. بفرمایید. داماد کیه؟ بنده. شما فردا صبح با مدارک تشریف میاری اینجا. مدارک؟ بله. از این بعد عروسی باشه، چه میدونم ختمی باشه، تولدی باشه، هر جشن و هر مراسم و کفت زهرماری باشه، باید با اجازه جاندارمری باشه. متوجه شدی؟ شما فردا با مدارک عروسی پا میشی میای اینجا. بفرمایید. برو دیگه سرناز واقعا ببخشید، من هیچ توجیهی به خاطر این رفتار زشت و ناپسند و شرم‌آورم ندارم. چرا چرند بگویی؟ من به تو افتخار بکنم از ته دلم. افتخار میکنی؟ فقط یه قولی به من بده. قول بده که این دعوای تهرانی به منم یاد بدی. برو بابا، شما برره یا همه تون خشونت طلب هستین. بیا یه کله بزن یاد بگیریم. برو بابا خانم ولم کن. بیا چه جسارت؟ شبیه ها من هم بدونم. بگوی سردار خان، باید بکنم روخشو بچینی. تا حالا سابقه نداشته بید یه دونه از این جاندارما و یا تو برره شرطاق از خودش در بکنه. شما نگران خانم نباید. 4 سال پیش یادت هست اون یارو جاندارما اومده بود صدفانه و لاغره دیلاغه. روزای اول خیلی غلط میگه، روزای آخر اومده بود شیشه های خونه ما رو پاک کرد. به پسرم گولی میداد. راست میگه. حالا
سب کن، دعوتش میکنیم، یه نوسوسکویش میدیم، نخود گیرش میکنیم. خب حالا ادامه بدیم. نه دیگه بس بید دیال، فردا ادامهشو بدیم. نه نظام جان ببینیم، گوش بده سردار خان، الان نظام خواستگاری دومو ور کنه، ما خواستگار زنون دومم انجام بدیم. بریم من وای اومدم خواستگاری دخترتون، گل واسه تون وای بردیم، دخترتون وای بردیم. چی بیده نامرد؟ ای چیه نامردی؟ بابا ولم کن، میرم خودمو میکشم از دست تو. گوش بگیر ببی چی بگم. گوش بکن، یه خوابی و دیدم. چی؟ خواب و دیدم که با لیلون ازدواج بکردم. خب به سلامتی مبارک باشه. گوش کن ببی چی بگم. خواب دیدم با لیلون ازدواج بکردم و صاحب دو تا بچه شدی. خب خیلی خوبه. اسم یکی گذاشتم فرهاد. قشنگه. اسم یکی هم گذاشتم شادنه. زیباست. خوبه. باریکلا. گوش بگیر ببین چی بگم. بعد فرهاد خواب دیدم بزرگ و شد. آمده تهران، تهران ساکن شد. تهران چه بسیار خوبی، بسیار خوبیه. گوش بگیر. بعد فرهاد یه شغلی داشته. خیلی همه چیه ای آرتیشکت. چی؟ آرتیشکت. هی مهندس شده، اسم زنشم زکریا بید. زکریا؟ اسم پسر، زن پسرم فرهاد زکریا بید. خواب شام سنگین کردی. گوش بگو ببیش. ولی افسوس، صد افسوس که اینا همه رویا بیده. اینا همه رویا بوده. بله رویا بوده اینا همه. تو فقط اینجا خوابیده اشکالای منو بگیری؟ فقط نگران بدآموزی های این حرفایی هم که داریم با هم میزنیم دیگه. میدونی که ما الان دیگه باید مواظب فرهنگ و اینا باشیم. آره اینه که گفتی حرف سیاسی بی. اصلا نمیدن. گوش بگیر ببی چی بگویم. ای بمیری. من نبخوام کسی بدانه که من قرار اسم بچه ها ما بذارم فرهاد و شادنه. خب مگه بچه داری؟ چرا توهم زدی؟ حالا من با هر که ازدواج بکنم فرقی نمیکنه، فقط اسم بچه هامو میخوام بذارم فرهاد و شادنه. من نمیخوام اینا کسی بفهمه. نه بابا کسی نمیفهمه. یعنی با هر کیم که ازدواج بکردم اسم بچه ها من نمیخوام کسی بفهمه. خب باشه نمیفهمه کسی. ای بابا گوش بگیر. من اگر فردا روزی اگر کسی بشنوم اسم بچه هاشو گذاشته فرهاد و شادنه، من تو را بکشم. به من چه آخه؟ گفته باشم اصلا مگه بچه داری بارو با میگم که من میخوام موهای فرهاد و شادنه لیلون باشه. لیلون مار مار گریه نکن، حالا شاید یه راهی باشه. بوهای فرهاد یه اسم قشنگی بیدا، بوهای فرهاد. ما اجازه، اینم کارت عروسی دیگه یاور جان. اون تار سیبیل ما رو بده که ما هم مرخص شیم دیگه. بده تار سیبیل میشه بده بره. بله تو بیا جلو بردار امضا کن مدارک تو. یعنی چه آقا بنده کی اخلال در نظم عمومی و شرارت کردم؟ آی نکردی سرجی خواهی آقا رو بنداز تو بازداشتگاه. چرا عصبی میشین حالا؟ بفرمایین. عصبی هم اصلا
بفرمایید قربان. جناب یاور لطفا کار سیویل ما رو بعد این ما بریم کار سیویل جاوید. تو مدارک عروسی تا آوردی؟ آبای برده آبای برده بفرم خواهش بکن. خواهی که شناسنامه تو هستم. کارت پایان خدمتت کجایا؟ کارت پایان خدمت چی بید دیگه؟ کارت پایان خدمت اجباریت. اجباری چی بید؟ حرف نکن حرف بزن ها اینای یعنی هیچ کدوم از شما اجباری نرفته؟ والا یا وجه من نبدونم ولی قدیما عموی بوای من یه جایی رفته بید حالا این را اجباری بید کجا بید؟ سرجوخه بله قربون همه را جمع کن تو میدونه ده بجم بله قربون چشم فار سیویل ما چی بشه؟ بده تار سیویلشا دست شما درد ور نکنه ها خودش بید خیلی ممنون بفرما اینا بچه همه اینجوری هستن چرا نیومدن تو میدون تجمع کنن قربون حرف منو گوش نمی کنن. خیلی ببخشید ما نبتونیم چی گرم چرا نبتونی؟ آخه اجتماع بیشت دو نفر ممنوع بید آها خیلی خوب اشکال نداره حالا خودم من میگم بیاین تجمع کنید اصلا امکان نداره جناب یاور طغرل چرا امکان نداره؟ یعنی چی؟ آخه ما نبتونیم به خارج از قانون عمل بکنیم بابا جان من خود من الان قانون هستم به شما میگم که بیاید تجمع بکنید خیلی ببخشید من راضی نبیدیم که شما با ما فراقانونی رفتار بکنید جیگر خان جناب یاور همه چی در چارچوب قانون حکومت نظامی که شوخی بردار نی پای امنیت ملی وسطه بله خیلی خوب همونجوری خوبه عجب گرفتاری شده ما با اینا فقط اونایی که نشستن بلند شن یه ذره جمع جور تر بشه حرف منو بشنوید بسیار خوب اینجا کی تا حالا اجباری رفته یه قدم بیاد جلو خب هر کی نرفته اجباری یه قدم بیاد جلو اصلا شما اسم اجباری تا حالا به گوش شما خورده؟ آه نه 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 اسم اجباری هم به گوش اینا نخورده آخر دنیا اومدیم ای اجباری یعنی چه؟ اجباری یعنی این که هر جوانی که سنش به 18 سال میرسه سالم و سر حالم هست باید 2 سال به کشور خودش خدمت بکنه باید دین خودش به مام میهن ادا بکنم ها یاور جان با این کارت خیلی موافقم عمل پسندیده ایه بله ها وقت چطور باید دین به مام میهن ادا بکنیم باید لباس سربازی بپوشی آموزش نظامی ببینین تفنگ دستتون بگیرید تا اگر زمانی دشمن به کشور حمله بکنه شما بلد باشید که چجوری دفاع بکنید خب ای که میشه همان اجباری که خب از اول و گفتی اجباری ایم خودتو و کشتی ها خب منم اول همینه گفتم گفتم اجباری دیگه کی و گفتی اصلا و گفت اصلا اجباری نه این لهجهش خیلی زایه بود ما متوجه نمیشیم به من داد دهنتا بعد از توفنگتا دو تزید خورخوته کار کم بکنم از اینجا قربون خوبیت نداره عجله نکنین کم کم عادت میکنین حالا فهمیدین اجباری یعنی چه؟
بازن توسک توسو دارن منو نگاه میکنن. این همون اجباریه دیگه. فهمیدین. خب حالا که فهمیدین، همینی که این آقا گفت، اگر کسی نرفته یک قدم بیاد جلو. بسیار خوب، تا پایان وقت اداری امروز همه فرصت دارن که خودشون به ژاندارمری براره معرفی کنن. شما از این لحظه همگی سرباز هستین. شیرپم شد؟